کاری که انجام گرفت در طول یک سال و نیم گذشته در واقع خود رژیم اسلامی شروع کرد به آتش زدن به تتمه مشروعیت دینی رژیم و کلیت دین و مذهب اسلام در ایران، و این پایان گرفتن نقش دین در عرصه سیاسی میهنمان میباشد و این بزرگترین امتیازی است که در مقابل میلیارد ها میلیارد از نظر پولی اگر بخوایم بگیم ضرر دادیم، از نظر انسانی که اصلا کاری که اینها کردن در مقابل کاری که هیتلر کرد، موسولینی کرد، چاوچسکو کرد و یا هر بی پدر و مادر دیکتاتوری در حکومت‌های توتالیتارشون استالین کرد، میلیون ها میلیون چند ده میلیون رو که این حرامزاده ها روی همه آنها را سیاه کرد. جنایتی که حکومت اسلامی در طول 32 سال گذشته کرده در تاریخ بشریت، هولوکاست، جنساید، این حرفا برای اینا مثل یک عروسک بازیه. گرسنه که هستید، یکی که گوش میبینید خیال میکنید حوری بهشتی دیدید، نصیبی نه پرتقال، همه جو چیندن ولی نمیتونی بخری. اون آخوند بوفیوز میبره تو خودش میخوره، اون خامنه ای مفعول افیونی گوشت قرقاول میخوره با 50-60-70 میلیارد دلار تو حساب اون پسر مزنب مشتبای بی پدر و مادرش و یا دیگران یا رفسنجانی حرامزاده همه را خوردن. حالا تازه آمریکا میاد 8 نفر از مسئولین نظام پولشونه بلاکه میکنه، میگه مثلا 30 خورده ای نفر دیگه هم توران. میدونید این جریان یعنی چی؟ یادتونه 20 خورده ای میلیارد دلار سرمایه های ملی ما رو تو همین آمریکا هاپولی کردن، فریز کردن و خوردن. حالا این دریوزه های پدرسگی که نزدیک به 250 میلیارد دلار پول ما رو به خارج از کشور بردند، حالا نوبت ایناست دونه دونه پولاشون رو بگیرن بلوچه بکنن. هم نفتمون رو بردن، هم گازمون رو بردن، هم بچه هامون رو معتاد کردن، زنامون رو به فحشا کشیدن. 32 سال ما رو بردنمون تو قرن ششم و هفتم هجری عقبمون بردن، اساس و بنیاد اقتصادمون رو نابود کردن، دلار هفتمانمون رو کردن 1000 رو نمیدونم 100 تومن، 1200 تومن، 1000 بردن. حالا همینا رو دارن پولای اینا رو هم جمع میکنن، اینا رو هم میگیرن. حالا بر اینو بر اینو البته آخوندا حرومزاده ها به اسم عمهشون و خالهشون و نوه عمهشون و نمیدونم این کلفت دیدین این زنایی که با این آخوندا هستن، یعنی تو اون تیپ اسلامی هستن، این پشمالوها رو میگم، اینا رو اگه شما تو یه تاغار واجبیه هزار دیگری مثلا قوی تر از واجبی های معمولی بندازی یه هفته اون تو بیای بیرون، باز گوریلی میاد بیرون پدر سگه سفره ابوالفزنداست. اینا را همه رو بوده دیر دیر خیلی یکی زشتر ایش بیریتر دماغا هر کدوم اندازه سرچپق ناصر الدین شاه. شما تمام اعضای دولت احمدی نژاد و تمام این حرومزاده هایی که تو مجلس شورای اسلامی، تو مجلس قبرگان، هر کی تو این مملکت توی این رژیم مافیایی صاحب قدرت و نفوذ و شغل و مقامه، اصلا مقامه اصلا قیافش ایرانی نیست. در آقا اینجوری صورت ها کج گوش ها اینجوری، این بی پدر و مادر ها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن، یا مثلا گاومیش بودن. پدر سگا این چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟ حالا دوباره چهار تا از این پشمالوهای خانومای سفره ابوالفضیات به تلفن زنگ بزنی. تا که رفته بودیم و خوشحال شده بودیم لحجه هم دارن سده بدهاتی عبله هم هستن سیغه مثلا پنجاهم یکی از این آخوندهای درجه هشت هم بود، حالا فرستادنش آمریکا. یه حساب مانگی هم وقتش باز کرده، یه مقدار پول هم کرده اون تو. تو که رفته بودی چرا دوباره برگشتی؟ پدر سگ، من به ریش اون خامنه ای تون ادرار میکنم، تو زنازاده چی میگی زدی که یک کلفت بیشرف؟ من فردا در ایران اگر دو روز زنده باشم و بعد از آزادی ایران و قبر خمینی تون رو مستراح عمومی میکنم. یک
یک دونه از جنایتکاران رژیم راه فرار براش نمیذاریم، هر جای دنیا برن تو گونی میندازیم میگیریم برشون میگردونیم. من تعارف با شماها ندارم، من اینجا نمیشینم وقت گذرونی بکنم که برای چی تلویزیون آریامر بسته شد، برای اینکه تلویزیون های دیگه نمیتونستن برنامه های عادیشون رو با وجود سعید سکویی ادامه بدن. آنچه در طول یک سال و نیم گذشته اتفاق افتاد، بزرگترین ثمرش پایان گرفتن نقش دین در عرصه سیاسی میهنمان بود. این پیروزی سوری نه پیروزی رژیم، بلکه ابطال ورق مشروعیتی است که به اعتبار آن این رژیم از درون به اصطلاح انقلاب اسلامی برخاست و بر مردمی که حالا به هر دلیلی اون رو به قدرت رسوندند خصمانه چیره گشت و تاوان رأی دادن اون مردم به این حکومت و دنبالش دویدن و میلیون دنبال خمینی را افتادن و این حرفا 31 سال چه هزینه ای دادن. شما دستتو تا اینجا اصل کن بکن تو دهن این آخوند یا بچه آخوند یا از اینایی که دوروبر آخوندن، از بیخ دستتو میبره. آخوند خوب آخوند مرده است. تا آخوند کشی تو ایران شروع نشه، ایران ما آزاد نشه، این پدرسگا رو باید آتیششون کشید. مراکزی که اینها توش دکاندار دینی میکنن، مساجد رو باید به آتش در ایران کشید. بی وجدانید، بی شرفید، نامردید. اگر برادرتون رو رژیم کشته، اگر برادر جانباز داری، اگر پدر داری 60% از بین رفته، این حکومت محل سگ نمیذاره زندگیشو به چرخونه، خواهرت رو دو زنی رو تو خیابون میبینی داره تن فروشی میکنه، به جایی که با 4 نفر سوارش کنی برید کام ازش بگیری، انتقام از نجیب اسلامی بگیرید، مبلدهای برقش رو به آتش بکشید، هر آنچه که به این رژیم نیرو میده که بماند رو از پا بندازید، دوربین هایی که تو خیابون ها گذاشته رو پایین بکشید، رنگ بپاچید، هر کاری میتونید بکنید، هر روز یک نقطه رو به آتش بکشید. خیلی از این حرفا خوششون نمیاد، برای اینکه میخوان این رژیم بمونه. مگر نه اینکه حکومت اسلامی چند ده تن مواد منفجره میفرسته در خاک افغانستان میگیرن، مگر روزی چند صد نفر تو افغانستان، تو عراق، توی فلسطین، توی شمالی، این ور اون دنیا مگه با بمب نمیکشه؟ حکومت اسلامی بیاید روش خودش رو به کار ببرید. امروز شما حکومت اسلامی، هر کی برای رژیم اسلامی کار میکنه ملحده، هر کی کار میکنه کافره. بیاید از قرآن خودشون استفاده کنید، بزنید پوستشون رو بکنید، حرومزاده ها رو، آدم کشا رو، دزدار رو، محتکرا رو، این بازاریای شکم گنده پدرسگی که اگرم اعتصاب جایی میکنن به خاطر مردم نیست، به خاطر احتکاره. میگه طلا قیمتش داره هر روز میره بالاتر، من میکشم کرکره رو پایین، چه خیلی که دیگه رسید به اون بالا بکشم بالا دوباره، به خاطر تو نیست. ایرانیان جان به لب رسیده همواره بر زمینه مطالبات دموکراتیک مدنی و سیاسی خودشون مبارزه خواهند کرد تا سرنگونی شما از حرومزاده ها. ما کشورمون رو از شماها پس میگیریم. در طول تاریخ بسیاری به ما حمله کردند، بسیاری کشور ما را تصاحب کردند، بسیاری ریپ کردند، زدند، کشتند، خوردند، بردند، ولی باز بیرونشون کردیم. شما آخرین قوم و قبیله‌ای هستید، حرومزاده ها، که تمام ماها با تمام ذرات وجودمون ازتون نفرت داریم. بچه ها در درون ایران، بچه ها تیمای 5 نفره 10 نفره از اونایی که اینجوری هم دیگه رو قبول دارین میشناسین که یک زنازاده توتون نباشه، تشکیل بدید کارهای خرابکاری رو شروع کنید، کارهای میلیشیایی رو شروع کنید،
کارهای ضربه زدن به حکومت رو شروع کنید، اونجایی که کابل برقش رو باید قطع بکنید، اونجایی که باید پنچر کنید ماشیناشو، اونجایی که باید کامپیوتراشو از کار بندازید، اونجایی که دو وزارت دارایی باید تمام پرونده های مالیاتیشو گم و گور کنید. هزار و یک کار میتونید بکنید، چرا نمی کنید؟ هی تو سرت بیزنی گوش شد 20,000 تومان، چرا یه روز نمیریزین تو قصابی ها تمام گوشتار رو بردارید؟ چرا یه روز نمیریزید همه چیز رو به هم بریزید؟ بابا تو این آمریکا که من 38 سال زندگی میکنم، وقتی عرصه به مردم تنگ میشه میریزن تمام مغازه ها رو چپاول میکنن، برای که گرسنن. آیا زمان اون فرا نرسیده؟ من برای من دموکراسی و سکولاریزم و حالا باید آرام باشیم و با نرمش باشیم و من از این سسول بازی ها بلد نیستم. این هرومزاده ها رو باید مش مش چاقو چاقو گلوله گلوله است.